تو این ویدیو قراره چالشی رو بررسی کنیم که توسط برنامه علم ورزش انجام شده و میخواد ببینه که قدرت دست یه مرد بیشتره یا یه زن. مسلماً از نتیجه این برنامه برگاتون میریزه. حالا اینکه از کدوم طرف میریزه تا آخر ویدیو باید همراه من باشی. خب خانومی که توی این برنامه قراره این کارو کنه خانم لوسیا رایکره و بهتون نمیگم که این خانم کیه، چون یه بخشی رو میخوام کامل راجع به ایشون توضیح بدم. و آقایی هم که قراره باش فایت کنه این آقاه. چیزی که من توی ویدیو دیدم نمیدونم چقدر حرفه‌ایه، ولی امیدوارم خوب باشه، جلوی خانم ها برامونو نبره. تو بخش اولش قراره به این دوست عزیزمون مشت بزنن و ببینه این آقای چشاش بسته است و بعدش باید بگه که کی بود که بهش مشت زد و حالا مشت کی قوی تر بوده. بریم سراغ مشت این داداشمون ببینیم چی جوری زده. مشتشو خیلی خوب نزد، نگاه کن بدنش خیلی عقبه، این کتف خیلی جلو نمیاد و خیلی به دلم نشست. ببینیم خانومه چی جوری مشت میزنه. حالا بنازم چه مشتی زد، نگاه کن آقای پرت شد عقب بشن و موج ضربه رو نگاه کنید، چقدر این موج ضربه زیاده و چه فشاری روی بدن مرد ایجاد میکنه. بچه نگاه کنید لباشو، نگاه کنید لباتون، هیچ وقت تو مبارزه اینجوری نکنید، مشت بخور لباتون میترک. بعد موج ضربه رو نگاه کن، بعد ببین کجا داره این ضربه رو میزنه. ضربه رو دقیقاً داره میزنه توی آبگاهش و این فشارش خیلی زیاد میشه روی بدن و نگاه کن میبینی انگار تیر خورده، از پشت کمر میزنه بیرون. بوم، چه مشتی زد. نگاه کن خانومه به مراتب مشتر بهتر زده و حالا اینکه بتونه تشخیصش بده که کدوم زده خیلی سخت میشه واسش. حالا اینجا چشمبند رو ور میداره و بهش میگه که داداش تو زنده ای؟ اونم برگاشت ریخته که زنده است. الان باید بگه که میگه به ما بگو که کدوم یکی از اون ضربه ها محکم تر بوده و حالا فکر میکنی کدومش مال اون خانومه بوده یا کدومش مال آقایه بوده. میگه که من نمیتونم اصلا تفاوت مشت اول با مشت دوم بگم توی کدوم بوده. خانم هم چه ذوقی کرد که نتونسته بگه. بعد آقای ازش میپرسه که به نظرت هیچ تفاوتی توی کیفیت این ضربات وجود داشته و میگه نه، به نظر من جفت این ضربه مثل هم دیگه بوده. حالا اینجا دیگه نتونست بگه، دیگه زنه خیلی خوب زد مشتو، خیلی خوب زد. من اگر بودم میگفتم اونی که زنه زده رو مرده زده. اینجا هم این آقای برمیگرده میگه که قدرت هر دوتا ضربه یکی بوده از نظر من. داداش به نظر من زنه خیلی بهتر زده، تیر خوردی انگار. نگاه کنید زنه به مراتب بهتر میزنه. نکته ای که وجود داره نگاه کنید بچه ها، خانومه از این یکی دستش داره استفاده میکنه و مرد این یکی دستش کاملا ثابته. نگاه کنید این دستو میندازه جلو و مشتو میاره و نگاه کنید ضربه ای که میخوره چقدر اون خانومه داره تکونش میده. و حالا حجم عضلات خانومه و حجم عضلات آقا رو نگاه کنید، کاملا با هم متفاوته. و اینکه یه خانوم یه همچین ضربه ای رو میزنه واقعا بنازم. بخش بعدی که وجود داره اینا میرن یه آدمک میارن و میخوان رو آدمکه حالا تست کنن که ببینن کدوم یکی از ضربه ها از نظر حالا اون آدمکه ضربه بیشتره، فورس و فشار بیشتری داره روی اون آدمکه و با کامپیوتر و ابزارهای این شکلی اندازه گیریش کنن. حالا اینجا آقای قرار اول ضربه رو بزنه که به نظر من ضربه خوبی نزد. نگاه کن اولا داره میزنه، دستشو نگاه کن چه زاویه ای داره میره، دستش از پایین داره میره بالا و این خودش یه ذره جون ضربه رو میگیره. و باز نگاه کنید اون یکی دستش پایینه کاملا و میدید چجوریه، انگار شما یه دستت اینجوری وایسی مش بزنی، جون نداره اینجوری ضربت. حالا بدم نخورد ولی خب میتونست خیلی بهتر از این بزنه از نظر من. ریاکشن خانومم عالی بود، بهش میگه که به نظر تو ضربه چجوری بود، میگه به نظر من که قدرتمند ضربه زد. اینجا داره میگه ضربه ای که زده 710 پوند فشار داشته و 710 پوند تقریبا میشه 322 کیلوگرم. میبینید بچه یه مشت 322 کیلوگرم ضربه و فشار روی صورت میاره. حالا اینجا داره میگه که خانوم ها و آقایون تفاوت عضله دارن، بین 10-20% آقایون عضلات بیشتری دارن و میگه بیشتر این عضلات
در نواحی سینه و سرشونه و کمره و حالا داره میگه باید ضربه خانومه الان انرژی کمتری نسبت به آقای داشته باشه و حالا ضربه خانومه. بنازم ببینید بچه ها، تفاوتی که ضربه خانم و آقای داشته رو کاملا میتونید متوجه بشید. نگاه کن اون آقای ثابت وایساد و ضربه رو زد و خانومه نگاه کنید چی کار میکنه. یه پرش به این سمت رو نگاه کنید، یه پرش و بعدش ضربه رو میزنه. بچه ها هیچ وقت صورتتون و لباتون رو موقع ضربه زدن این کار نکنید، آسیب میبینید. نگاه کن ضربه رو بعد چجوری میزنه. نگاه کن بدنش رو میندازه این سمت، کل بدن میاره این سمت، حالا از بدنی که این سمت اومده استفاده میکنه واسه ضربه زدن و این فوق العاده ضربه رو میبره بالاتر، احتمالاً که خیلی بیشتر از اون بوده ضربش. 922 پوند ضربش فشار داشته که تقریباً میشه یه چیزی هولوش 418 کیلوگرم. بچه ها یه مشت 418 کیلوگرم فشار و تقریباً حدود 90 کیلوگرم با اون آقای اختلاف داشت ضربش. 90 کیلوگرم اندازه یه آدمیزاد فشار ضربش بیشتر بود، نیرویی که اون ضربه وارد کرد بیشتر بود. داره میگه تقریبا 200 پوند اختلاف نیرو داشتن اینا که همون هلوش 90 خورده ای کیلوگرم میشه. نگاه کن بچه ها، نگاه کنید ضربه رو چجوری میزنه. این نگاه کن دوباره داره ضربه رو یه شکل عادی و بدون هیچ تکنیک و تاکتیک خیلی خاصی میزنه، یه مشت ساده عملا، و خانومه چقدر با تکنیک داره میزنه. اینجا اهمیت اینو میفهمید که یه تکنیک و تاکتیک چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار باشه توی ضربتون. حالا از اون آقای که بیشتر شد، اینا گفتن خیلی زایی است که از اون آقای بیشتر شد، ما میاییم با یه فایتر MMA بررسیش میکنیم، با این آقا، آقای هیوستون الکساندر، با این بررسی میکنیم ضربه مشت و ببینیم ضربه مشتش کدوم قوی تره. و حالا نکته‌ای که وجود داره اگر اینجا دقت کنید، ایشون آقای هیوستون که داره ضربه میزنه دستکش MMA دستشه، نه دستکش بوکس. دستکش بوکس ابر بیشتری داره ولی دستکش MMA فشار و نیرو رو بیشتر منتقل میکنه، چیزی نیست جلوشو بگیره، ابری نیست جلوشو بگیره، ابرش خیلی نازکه و این فشار بیشتر منتقل میشه. حالا باید ببینیم که آقای هیوستون میتونه شکستش بده یا نه. قبل از اینکه بریم سراغ اینکه آقای الکساندر چه گلی به سرمون میزنه و آبرون رو میخره یا نه، میخوام بهتون بگم که این خانم لوسیا کیه. نظر دانا وایت راجبش ببینید، اون بهترین بوکسور زنیه که وجود داره تو کل جهان، بهترینه و هیچ کسی نمیخواد با لوسیا بازی بکنه و اون انقدر لاتیه که با پسرا مبارزه میکنه و شاید باورتون نشه مسابقات رسمی با آقایون داشته. میگه به نظر من که اون بهترین بوکسور خانومیه که تا حالا بوده و حالا این خانوم انقدر خوبه که لقب لیدی تایسون رو بهش دادن و بی‌نظیره بچه ها. به نظر من توی بوکس که فوق‌العاده است، توی کیک بوکس هم خوبه چون هم بوکس کار میکنه هم کیک بوکس و حالا از نظر اینا هم خطرناکترین زن توی جهانه. و حالا جالبه بدونید که توی مبارزه مویتای شرکت کرده بوده و یه جوهای واقعا اون مویتای کار مردو میزنه میترکونه و خب از نظر من اینجا یه ذره در حقش نامردی شده چون این کیک بوکسوره، مویتای کار نیست. تو مویتای چیزای مختلف وجود داره که این شاید کار نکرده باشه. مثلا این صحنه رو نگاه کنید، تو اینجا با آرنج میذاره توی صورتش اون آقای مویتای کار، نگاه کنید یه آرنج خیلی شیک و مجلسی میذاره تو صورتش و آسیب میبینه اینجا واقعا و حالا در نهایت توسط اون آقا ناک اوت میشه توی اون بازی. ولی خب به نظر من خیلی خوبه، فوق‌العاده است توی سرپا بازی کردن، بی نظیره. حالا بریم ببینیم آقای الکساندر چی کار میکنه در مقابل این خانوم. بچه حالا اینجا جالبه بدونید که این داداشمون الکساندر رو میارن و این آقا داره بهش توضیح میده که ما تو دو تا حالت مختلف میخواییم مشت تو رو بررسی کنیم، یه حالت یه مشت عادی بزن، یه حالتش مربیت میاد مثلا تو رو تحریک روحی میکنه بعدش مشتو بزن، ببینیم که چقدر تفاوت داره این قضیه. و حالا اینم خوبه ببینیم خانومه رو میتونه تو حالت عادی شکست بده یا وقتی که عصبانی بشه میتونه شکستش بده یا نه. بریم ببینیم. و حالا داره میگه که تأثیر اون قضیه مثل تأثیر مواد مخدر روی بدنه و اینقدر میتونه بدن رو فعال بکنه. بچه یه نکته‌ای که وجود داره اینو بدونید حتما، من هیچ همیشه به شاگردام هم میگم هیچ وقت قرار نیست شما توی مبارزاتتون عصبانی بشید،
وقتی عصبانی میشید قدرت تصمیم گیری و تفکرتون تا 5 برابر افت میکنه. اینو یادتون باشه. ذهنتون کاملا خاموش میشه. سعی کنید همیشه به اعصابتون مسلط باشید. خب حالا آقای الکساندر قراره با دستکش MMA یه مشت بزنه به این آدمک، ببینیم چی میشه. این هم داره مثل اون مشت میزنه و خب این دسته نگاه کنید کاملا بیکاره، بدن هیچ کاری نمیکنه، فقط این دسته داره میاد جلو. نگاه کن میبینی این کتفه حتی جلو نیمده، چرخش لگن نداره. نگاه کن وقتی دارین مشت میزنید این بدنه اگر به چرخه ضربه خیلی قوی تر میشه تا صرفا این دستت بیاد جلو. میدونی هرچی با بدنت این ضربه رو بزنی، هرچی از کمرت کمک بیشتری بگیری، این ضربه بیشتر میشه. حالا تو هم داری یه تک ضربه میزنی اینجا دیگه، حالا بعدش قرار نیست گارد خاصی حفظ کنی که یه ضربه این شکلی میزنی. ببینیم حالا رکورد اون خانومه رو زد یا نه، چون دستکش MMA دستشه و با دستکش MMA خیلی راحت تر مشت زدن. داره میگه که ضربه‌ای که هیوستون زد 600 پوند نیرو داشت، یعنی حتی از اون بوکسوره کمتر، از خانومه که هیچی. بوکسوره یه چیزی حدود 320 کیلو زده بود و این الان هلوش 270 کیلو زد، یعنی از اونم خیلی کمتر. حالا این آقای میاد بهش میگه که ما مربی تو میاریم و سعی میکنه تو رو تحریک کنه و ببینیم بعد از اینکه تحریکت میکنه ضربه مشتت چه تغییری میکنه. آقای مربیش اومده بهش میگه که باختاتو یادت بیار، یادت باشه چه احساساتی اون موقع تجربه کردی. یه ذره داره مثلا داره بهش میگه که عصبانی شو، باختاتو یادت بیار، یادت بیار که از باخت متنفری و از اینجور حرفا. یا خدا بچه رو گرفت کتک هم زد. چرا اینجوری کرد بچه رو؟ نگاه که از حالش ریخت به هم، بنده خدا گریهش در اومد. برای چی داره اینجوری میکنی بچه رو؟ گریهش گرفت بچه، چیزی بهش نگفت آخه. داره مثلا میگه باختاتو یادت بیاد، میخوام عصبانیشی، ریج کنی، برو حسابشو برس. گریه برای چی؟ نفهمیدم واقعا چرا یه همچین رفتاری نشون داد. و حالا اومد که بعد از اون ضربه خودش رو بزنه و ببینیم چه تغییری ایجاد میشه. بچه نگاه کنید این دفعه چه تأثیری داشت، چه تغییری داشت در واقع ضربش. این دست جلوشو ببینید، این سری دیگه دستش عقب نیست، دستش میاد جلو. همین دست جلو باعث میشه بدنش یه ذره چرخش بیشتری داشته باشه. نگاه کنید این دست الان جلوه، بعد نگاه کنید این دستو میکشه عقب و ضربشو میزنه و قطعا این سری قدرت ضربش بهتره، چون از تاکتیک مناسبتری استفاده کرد. چرخش بدنش رو نگاه کنید، خیلی بدنه اینجا هنوز نچرخیده، فقط این کتفه یه مقداری اومده جلوتر، یعنی همین که یه دست اوورد و اینو زد این کتفه یه ذره اومد جلوتر و قطعا ضربش قوی تر شده. همینو ببینید چقدر میتونه تغییر ایجاد کنه. اومده داره میگه که حالا میبینی با احساساتت ضربه زدی و یه ذره احساساتت تقویت شده. بچه اشکو تو چشای بچه ببینید، حالا احوال بچه رو ریخت به هم کلا. داره میگه که حالا با احساسات ضربه زدی و اونم داره میگه من از باخت متنفرم، اصلا دوست ندارم ببازم و یه بازنده باشم. بچه حالا تغییر رو نگاه کنید، 400 پوند نیروش اضافه تر شد و یه چیزی هلوش 450 کیلوگرم این ضربه قوی تر شد و بالاخره تونست اون رکورد خانومه رو بزنه. آبرومون رو یه ذره حفظ کرد البته با گریه کردن و یه چیز هلوش 40 کیلو سنگین تر از خانم زد. و حالا ضربه رو نگاه کنید بچه ها، جدا از احساساتی بودنش نگاه کنید اینجا دست کجاست، اینجا دست کجاست. و وقتی ضربه رو میزنه نگاه کن این دسته چقدر تغییر ایجاد میکنه، این دسته چقدر تغییر ایجاد میکنه. اصلا نگاه کنید همین بدنشو چقدر هول میده جلو. اینجا رو نگاه کنید، این لحظه این بدنو چقدر هول میده جلو. نگاه کنید زاویه بدنش تقریبا یکیه، تنها تغییری که داشت اون دسته بود که اووردش جلوتر و همون باعث شد که گشتاور ضربش بیشتر بشه. بچه حالا داره میگه که وقتی شما احساسی میشید آدرنالین بیشتری توی بدنتون ترشح میشه و همین ترشح باعث میشه که قلبتون بیشتر کار بکنه و در واقع بعد از اینکه قلبتون بیشتر و محکمتر میزنه، ضربان قلبتون میره بالاتر، باعث میشه که هلوش 5 برابر اکسیژن بیشتری وارد خونتون بشه و همین باعث میشه نیرو و قدرتتون بره بالاتر. و حالا اینجا هم این آقای دکتر میگه که قلبش 150 تا بر دقیقه میزده و ضربان قلبش خیلی رفته بالاتر.
بچه ها خدا رو شکر که آبرومونو خرید داداشمون هیوستون. حالا اشکال نداره یه ذره شرایطش بد شد، ولی به هر حال از خانومه تونست محکمتر بزنه. خانومم واقعا فایتر بی‌نظیریه و واقعا خیلی فوق‌العاده است.